استفاده میکنین تابع قدر مطلق x هست. خیلی واضحه که شما باید تو قدر مطلق x کار کنید. قدر مطلق x همونطور که قبلا خدمتتون رسمشو عرض کردم به این صورت، به صورت 7 هست تابع پایه هست قدر مطلق x. چه اتفاقی افتاده؟ در مرحله اول میگیم x تبدیل شده به x منهای 2، پس دو واحد به سمت راست، یه واحد دو واحد، گفتم شکل تقریبی کافیه، پس این میشه y مساوی با قدر مطلق x منهای 2. توی مرحله بعد چه اتفاقی افتاده؟ x منهای 2 یه واحد بهش اضافه شده، یعنی x قدر مطلق x منهای 2 تبدیل شده به قدر مطلق x منهای 2 به اضافه 1. خب این مشخصه به کل تابع اضافه شده، پس یه واحد باید به سمت بالا. اینجا یه 2 باشه، ما اینجا یه واحد، کافیه که این تابعمونو به سمت بالا انتقال بده. پس این میشه y مساوی با قدر مطلق x منهای 2 به اضافه 1. همونطور که میبینیم به صورت تقریبی ما خیلی راحت تونستیم تابعی که به رسمش سخت بود رو با استفاده از تابع پایه رسم کنیم. و خیلی تابع دیگه که شما اگر تو ذهنتون یه سری تابعی که به حال توضیح دادم خدمتتون، y مساوی با x، y مساوی با x2، y مساوی با x3، y مساوی با رادیکال x، y مساوی با قدر مطلق x، اینا رو بلد باشین خیلی راحت میتونین در واقع به وسیله روش‌های انتقال یه رسم تقریبی از اونها داشته باشین. یه مفهومی به اسم تابع متناوب ما اینجا یه اشاره خیلی مختصر بهش میکنیم، چرا که ممکنه توی مسائل و تستا بهش برخورد بکنیم. ببینیم تناوب همونطور که مشخص یعنی تکرار، ما تابع رو میگیم متناوب که توی یک فاصله مشخصی تکرار توش اتفاق بیفته. پس در واقع میگیم که به صورت ساده اگر بخوایم موضوع رو بیان کنیم، تابعی که در فواصل منظمی مثلا تی واحد شکل تابع دقیقا تکرار می شود. یعنی چی؟ ببینید شما این تابع رو در نظر بگیرید، مثلا این تابع، این تابع رو اگر اینجا در نظر بگیرید، ببینید من اینو ادامه بدم، همونطور که می بینید این تابع در واقع یه جاهایی تکرار داره میشه. مثلا فرض کنین که در واقع اگر ما اینجا رو مثلا عدد یک بگیریم، اینجا منفی یک بگیریم، اینجا میشه عدد سه، اینجا میشه عدد منفی سه. همونطور که میبینین این تابع به صورت دوتا دوتا داره تکرار میشه. این کدوم تابع؟ تابعی که تکرار توش اتفاق میفته این تابع. شما من حالا با رنگ دیگه مشخص میکنم. ببینید اگه دقت کنید این تابع است که مرتب داره تکرار میشه، این یکی دیگه تکرار میشه، این ادامه پیدا میکنه. تابع اصلیمون که اینجا با رنگ قرمز مشخص کردن، اگه گفتین چه تابعیه، خب قبلا دیدیم که این تابع قدر مطلق x، یعنی شما تابع fx تون همون قدر مطلق x، اما دوره تناوبش چی هست؟ با دوره تناوب t مساوی با 2، دوتا دوتا دارین تابع تکرار میشه، یا میگین fx مساوی قدر به شرطی که x بین منهای 1 و 1 باشه و الاخر. پس تابع متناوب تابعیه که توی فواصل منظمی تکرار میشه. ما قبلا یه سری تابع مثلثاتی رو در واقع برای شما معرفی کردیم. نیاز هست که اینجا ما یه شکلی هم از این تابع بدونیم و تابع مثلثاتی خاصیتی که دارن تناوب توشون تکرار میشه. پس میگیم دوره تناوب در تابع مثلث. جالب بدونین که توی تابع مثلا y مساوی با سینوس x تی تناوب 2π هست. یعنی چی؟ یعنی 2π 2π این تابع تکرار میشه. حالا میریم رسمشو میبینیم. تابع تی مساوی با سینوس x، ببینین تابع یه دونهشو من با قرمز مشخص کنم، این شکل تابع سینوس x که در واقع اینجا π میشه، اینجا 2π میشه. جالب بدونین که این
Vâng.